مراسم بزرگداشت شهدای اخیر کردستان در شهرهای سنندج، بانه و سلماس، گرامی داشت یاد شهید شیرکو معارفی توسط مادران جانباختگان کردستان، تجمع مادران شهدای قیام سال 88 بر مزار شهید مصطفی کریم بیگی در شهریار کرج، برگزاری مراسم سالگرد شهید کرامت الله زارعیان به رغم حضور گسترده ماموران سرکوبگر، ممانعت ماموران اطلاعات آخوندی از زیارت مزار شهدای قیام 88 توسط مردم در تهران، درگیری گروهی از جوانان منطقه کن تهران با مزدوران بسیجی در مراسم عزاداری حسینی، تجمع اعتراضی کارگران شرکت جهاد نصر کرمانشاه، اعتراض متقاضیان مسکن مصون به مهر در اسلام آباد، حرکت اعتراضی رانندگان در اصفهان و یورش ماموران سرکوبگر به منازل مردم در سقز برای جمع کردن بشقاب‌های ماهواره. اقشار مختلف مردم در شهرهای بانه، سنندج و سلماس روز پنجشنبه 23 آبان بر مزار شهدای اخیر شیرکو معارفی، حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی حاضر شده و با نثار دسته‌های گل یاد آنان را گرامی داشتند. آنان خشم و انزجار خود را از جنایات وحشیانه رژیم آخوندی و اعدام فرزندان دلیر کردستان ابراز کردند. جمعی از مادران جانباختگان کردستان روز پنجشنبه 23 آبان ماه با حضور در منزل شیرکو معارفی در بانه یاد او را گرامی داشتند. در این مراسم اشعار و متن‌هایی در تجلیل از شهدای آزادی خوانده شد. در پایان مراسم مادران با تمامی شهیدان راه آزادی ایران تجدید عهد و پیمان کردند. مادران شهدای قیام سال 88 در روز عاشورای حسینی پنجشنبه 23 آبان ماه 92 برای زیارت مزار این شهیدان در بهشت زهرا تجمع کردند. قطعه 257 بهشت زهرا پر از ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی بود. ماموران اجازه رفتن مادران بر سر مزار شهید ندا آقا سلطان را ندادند. به دنبال این اقدام ضد انسانی، خواهر شهید مصطفی کریم بیگی با صدای بلند به ماموران رژیم آخوندی اعتراض کرد و گفت شما برادرم را روز عاشورا کشتید. ماموران رژیم آخوندی در برابر خشم جمعیت مجبور به عقب نشینی شدند. بنا به خبر دیگری، جمعی از مادران شهدای قیام سراسری 88 و مادران پارک لاله روز پنجشنبه 23 آبان ماه 92 مصادف با عاشورای حسینی بر مزار شهید مصطفی کریم بیگی در شهریار کرج جمع شدند و یاد این شهید و تمامی شهدای راه آزادی را گرامی داشتند. به رغم حضور گسترده ماموران اطلاعاتی و امنیتی و مزدوران لباس شخصی، عصر روز عاشورا 23 آبان مراسم اولین سالگرد شهید کرامت زارعیان در مزار این شهید در جهرم برگزار شد. مزدوران با پخش صداهای اضافی تلاش می‌کردند مراسم و سخنرانی‌ها را مختل کنند. کرامت الله زارعیان دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران بود که توسط ماموران اطلاعات آخوندی روبوده شد و در زیر شکنجه به شهادت رسید. گروهی از جوانان در منطقه کن تهران روز چهارشنبه 22 آبان با مزدوران بسیجی که مانع عزاداری آنها بودند درگیر شدند. تعدادی از این جوانان در سال 88 یا قیام‌های بعدی بازداشت شده و سپس آزاد شده بودند. در این درگیری جوانان مزدوران بسیجی را از محل عزاداری فراری دادند. کارگران اخراجی شرکت راهسازی جهاد نصر کرمانشاه روز شنبه 25 آبان در اعتراض به اخراج از شرکت تجمع کردند و خواستار بازگشت به سر کار شدند. گروهی از متقاضیان مسکن مصون به مهر در مقابل دفتر این شرکت در اسلام آباد تجمع کردند و به اخاذی و چپاول عوامل رژیم آخوندی و تحویل ندادن خانه‌هایشان اعتراض کردند. جمعی از مردم و رانندگان خودروها در اصفهان روز جمعه 24 آبان در اعتراض به نبود سیستمی برای پارک خودروها در مقابل اداره راهنمایی و رانندگی تجمع کردند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی روز چهارشنبه 22 آبان در خیابان تختی شهر سقز
به خانه های مردم یورش بردند و اقدام به جمع‌آوری بشقاب های ماهواره کردند. این اقدام سرکوبگرانه با اعتراض مردم روبرو شد.